ترافیک وزیران پیشنهادی در لابی های مجلس. وزیران پیشنهادی دادگستری، نفت، امور خارجه، اطلاعات و بهداشت امروز در مجلس مهمون فراکسیون اصلاح طلب امید بودند تا با تشریح برنامه هاشون کارشون رو برای روز رأی اعتماد راحت تر کنند. فضای حاکم بر جلسه فضای رأی ندادن نبود. مهمترین چیزی که گفتم این است که تمام میدانهای مشترک سرشون به سامان برسه، یعنی نگفتم همه تمام بشه کار توسعهشون، اما گفتم همشون برنامه توسعه درشون شروع بشه و هیچ کدام اینطور نباشه که بدون سامان بمونن. اولویت‌های ما خب طبعا تداوم در دعوال سلامت هست و ارتقا اون هست. دو اولویت بزرگ ما داریم، یکی کمک به اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ای که وزارت خارجه مربوط میشه، به خصوص گسترش بازارهای صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی و همینطور تسهیل ورود سرمایه و فناوری به کشور. و اولویت دیگر ما هم بحث منطقه و همسایگان هست. ما در خطرناکترین منطقه زندگی میکنیم و نیاز هست که تلاش‌های ما برای صلح و ثبات در این منطقه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در دولت دوازدهم به عنوان اولویت پیگیری بشه. ما اولویت‌هامون بر مبنای آیه شریفه قرآن که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، برای جامعه خودی، برای نیروهای درون نظام، برای مردممون، برای شهروندانمون آسایش، آرامش، امنیت و از اون ور هم کوچکترین بستری رو برای اقدامات ضد امنیتی به دشمنان این مردم ندیم. وزیر پیشنهادی دفاع هم مهمون فراکسیون مستقلین ولایی شد و گفت که تقویت برنامه موشکی در دستور کار این وزارتخونه است. امیر حاتمی از برنامه‌هایی برای ساخت هواپیما هم خبر داد. امروز جوان‌ترین وزیر پیشنهادی کابینه هم بخشی از برنامه‌هاش رو برای خبرنگار ما توضیح داد. تعهد سالانه ایجاد 900 هزار شغل داده شده که 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات باید ایجاد بشه. البته وزارت ارتباطات به صورت مستقیم متولی ایجاد شغل در کشور نیست، اما ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شغل یکی از مأموریت‌های جدی وزارت ارتباطات.